پولیسی دولت لینینگراد روسیه هر سه نفر گمانبر در حمله به تکسیرون توجک در نویه سیولسک را دستگیر کرده است. یک ماما در مقامات حفظ حقوق لینینگراد به نشریه محلی 78 رو خبر داد که 12 اکتبر در گلگشت ورنسووا در شهرک بوگری یک شهروند 27 ساله آذربایجان را که در شرکت سمکت به حیث قاصد کار میکرد همراه یک زن 26 ساله موقتا بیکار دستگیر کردند. بعد چند شریک سیم آنها ساکن 33 ساله شهرک مورینا را هم دستگیر کرده هر سه را محکم کردند. معلوم شده است که زاده آذربایجان قبلا برای دزدی، غارتگری و مواد مخدر زندانی شده است. نسبت به آنها با اتهام حمله به تکسیران تاجک پرونده جنایتی گشودند. قبلا یک تکسیران 23 ساله زاده تاجیکستان به پلیس شکایت کرد که روز 9 اکتبر از جانب مشتریانش مورد حمله و غارت قرار گرفته است. به گفته او سه نفر، دو مرد و یک زن، از بوگری توسط زمیمه اینترنتی تاکسی فرمایش دادند و او به خدمت آنها رسیده مشتریان را تا شهرک مورینا آورد، ولی در اینجا آنها با بهانه آنکه گویا خدمت رسانی تاکسی معقولشان نشد از دادن راهگیری سرکشی کردند. وقتی تاکسیران به طلب دادن پولش جوان زن را که در کرسی پیش می نشست اجازت فرامدن نمی دهد، آن دو مرد بر راننده حمله کرده او را اول با شیشه پیوا به سرش می زنند و سپس با پنجره کانالیزاسیون لاتکوب می کنند. هنگامی که راننده تحت لاتکوب قرار داشت، جوان زن از داخل ماشین تلفن موبایلی و همیون راننده را دزدیده است. بعد این غارتگران توسط اولیه های مورینو فرار کردند. مبلغ عمومی ضرر به تاکسیران تاجک 42000 روبل را تشکیل داده است. تاکسیرانی یک شغل عمده مهاجران تاجک در روسیه به شمار می رود، ولی این شغل عاری از خطر نیست. یک خطر عمده برای رانندگان تاکسی احتمال مورد حمله قرار گرفتن آنها از جانب مشتریان است که گاه و عمدن تنها با هدف غارت راننده تاکسی را کرو می کنند.